سلام، علی هاشمی هستم. به کلاسم هم بینهایت خوش اومدید. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش بشه. این دومین قسمت از سری ویدیوهای مبحث شمارش هست در ریاضی 12 انسانی. امیدوارم که مورد پسندتون باشه. لطف خواهید کرد اگر ویدیوها رو تا انتها دنبال کنید. مبحث فاکتوریل از چه قراره؟ وقتی طراح به من به عنوان مثال میگه 5 فاکتوریل، معنی 5 فاکتوریل چی میشه دوست من؟ میشود 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. پس هر عددی که فاکتوریلش رو از من خواست باید از اون عدد شروع کنم به ضرب کردن تا برسم به عدد 1. این میشه بازی فاکتوریل. مثلا اگه من بگه 10 فاکتوریل چی باید بنویسم؟ 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7، همینطوری ضرب کنم تا برسم به 1. یه نکته بی نهایت ریز اینجا وجود داره. 0 فاکتوریل طبق قرارداد برابر می شود با 1. پس اینو تو باید حفظ کنی که 0 فاکتوریل برابر با 1. در ضمن 1 فاکتوریل دیگه بدیهیه واسط که برابر می شود با 1. پس این دوتا رو بدونی به عنوان نکات جانبی قطعا کارت را می افته. بریم سوال حل کنیم. گفته حاصل 0 فاکتوریل به علاوه 1 فاکتوریل به علاوه 2 فاکتوریل به علاوه 3 فاکتوریل ضرب در 0 فاکتوریل برابر با چی میشه؟ خب تو به من بگو 0 فاکتوریل برابر است با، همین الان بهت گفتم، مساوی میشد با 1، باریکلا، به علاوه 1 فاکتوریل چی میشه؟ 1 فاکتوریل هم برابر با 1، به علاوه 2 فاکتوریل قطعا برابر میشه با 2 ضرب در 1، یعنی 2، و 3 فاکتوریل میشود 3 ضرب در 2 ضرب در 1، یعنی عدد 6 خیلی قشنگ. در ضمن کل این عبارت میخواد ضرب بشه در 0 فاکتوریل که 0 فاکتوریل هم برابر با 1 بود. حاصل عبارت من برابر با چه خواهد بود؟ 1 6 تا به علاوه 1 4 تا میشود عدد 10 خیلی خیلی قشنگ با مبحث فاکتوریل بی نهایت آسون. سوال بعدی چی داره؟ میگه حاصل 5 فاکتوریل به روی 4 فاکتوریل به علاوه 4 فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل به علاوه 3 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل 2 فاکتوریل 1 فاکتوریل 1 فاکتوریل 0. یا خدا چیکارش کنم اینو؟ ببین، من 5 فاکتوریل رو میتونم بنویسم 5 ضرب در 4 فاکتوریل، درسته؟ چون 5 فاکتوریل میشد 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. حالا من برای که راحت تر کنم کار خودم رو، نمیام تا 1 بازش کنم، مینویسم 5 ضرب در 4 فاکتوریل، دیگه 4 به بعد رو باز نمی کنم تا مخرج بتونه ساده بشه. به روی 4 فاکتوریل به علاوه قسمت بعدی ماجرا رو به جای 4 فاکتوریل می نویسم 4 ضرب در 3 فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل. بعدی به جای 3 فاکتوریل می نویسم 3 ضرب در 2 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل. 2 فاکتوریل که خودش برابر می شود با 2، 1 فاکتوریل هم برابر با 1، پس به علاوه 2 1 فاکتوریل می شد 1، 0 فاکتوریل هم می شد 1. خب این هم 1. حالا اگر اینا رو بیام با هم دیگه ساده کنم می شود 5، اینا رو اگر با هم دیگه ساده کنم 4، این دوتا رو ساده کنم به علاوه 3، و در انتهای ماجرا 2 به علاوه 1 دارم که این هم برابر میشه با 3. حاصل جمع این چی میشه؟ دیگه باشه به عهده خودت. سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. خدا نگهدار.